درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. با ادامه آموزش پی ال سی فتح یک در خدمت شما هستیم. در اینجا میخوایم در مورد پی دبلیو ام با هم دیگه صحبت بکنیم. من اینجا میام پی دبلیو ام رو سرچ میکنم، اوکی که بزنم تابع 82 فراخونی میشه. خب پی دبلیو ام کارش چیه؟ من اگر هلپ رو بزنم شما میتونید اینجا توضیحاتشو ببینید. فرض بر این بگیریم که ما یه خروجی داریم و این بازه خروجی یا زمان آن و آف این خروجی رو میخوایم کنترل بکنیم. خب میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه یه تی آن در نظر بگیرین که پالس آن ما هستش، که در واقع زمان روشن بودن اون خروجی هستش. اون رو در نظر بگیرین، عددی که شما میدین به میلی ثانیه هستش. حالا یه زمان کل هم در نظر بگیرین، یعنی کل یک پریود رو در نظر بگیرین، زمان کل اونو توی تی پی ما قرار میدیم و اون خروجی هم که میخواد آن آف بشه رو توی اوی در واقع او تی قرار میدیم. پس کاملا مشخص شد دیگه، میگیم مثلا دیه مثلا 14، درسته؟ اینجا میگیم دیه 14، قسمت پایین میگیم مثلا دیه 18، چه خروجی رو فعال و غیر فعال کنیم؟ مثلا وای صفر رو، به همین راحتی. حالا میایم برای این یک ورودی در نظر میگیریم، میگیم زمانی که مثلا من ام 1 رو زدم این سیستم استارت بخوره و کار بکنه، درسته؟ خب الان اگر من بیام تا همینجا رو سیو بزنم و اینجا بخوام آنلاین بشم با پی ال سی، میتونم مقدار بدم. ببین از قبل مقدار دی داده شده، یعنی مثلا الان ببینید مقدار دی 14 2000، تی پی هم که دی 18 هستش 2000. خب من الان اگر روشن بکنم چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگر انیبل رو فعال بکنم شما وای صفر رو ببینید. ببینید من اینجا میتونم بیام و خب میام ام یک رو فعال میکنم. ببینید وای صفر فعال شد، میتونم بیام زمان دی 14 و دی 18 رو بیارم توی لیست. ببینید دی 14 و دی 18 وای صفر، خب همه توی لیست هستن. شما اگر دقت بکنید همیشه روشنه. چرا؟ چون طبق اون توضیحاتی که اونجا گفته شده میگه زمان تی او رو شما به هم بده، میگم 2000. میگه خب زمان کلش چقدره؟ میگم اونم 2000ه. خب میگه که پس من با 2000 میلی ثانیه توی هر پریودی که 2000 میلی ثانیه هست 2000 میلی ثانیه شو روشن باشم. خب همیشه روشنم هم دیگه، شما هیچ وقت پس نمیتونی اصلا خاموش شدن یا خاموش بودن این وای صفر رو ببینی. برعکسش هم میتونه باشه، من اگر بیام دی 14 رو اگر مقدار صفر بدم شما میبینید که وای صفر شما همیشه خاموشه، اصلا شما روشن شدنشو دیگه نمیبینی. دقیقاً برعکسش اتفاق میفته و شما روشن شدن رو نمیبینی. ولی اگر من اینو بیام مثلا یه مقدار وسط بذارم، اگر 1000 بذارم، ببینید میشه دقیقاً 1000 از 2000، یعنی میشه نصفش دیگه. برای همین شما اگر دقت بکنید وای صفر 1 ثانیه روشنه 1 ثانیه خاموش. حالا اگر این مثلا 500 اگر باشه میشه 1/4 روشن. شما 1/4 دو ثانیه، ببینید 2000 میلی ثانیه دیگه، 1/4 دو ثانیه که میشه چقدر؟ میشه نیم ثانیه. نیم ثانیه روشنه و 1.5 ثانیه خاموشه. حالا اگر اینو بذارم 1500 چه اتفاقی میفته؟ دقیقا برعکسش میشه، یعنی 1.5 ثانیه به اصطلاح روشنه، نیم ثانیه هم خاموشه. پس دقت بکنید که اولی زمان روشن بودنه و دومی زمان کل هستش که الان اینجا گفتیم 1500 از 2000. حالا این کاربردش چیه؟ شما فرض بر این بگیرین که من یه المنتی دارم، این المنت فاصله من تا ست پوینت فاصله من زیاده. خب باید چیکار کنم؟ باید در لحظه اول بگم دائم شما روشن بشو، یعنی دائم وصل شو. میام یه دونه اینجا enable در نظر میگیرم، مثلا M2، درسته؟ هر موقع M2 روشن شد یه مموری سیستمی اینجا در نظر میگیرم. قبلا مموری 1922 رو استفاده کرده بودیم که هر 1 ثانیه نیم ثانیه روشن و نیم ثانیه خاموش هستش. میام اینجا اسپیشل رجیستر رو میزنم و توی لیستی که
برای مموری ها هستش. ببینید مموری 1922 چی میگه؟ میگه یک ثانیه کلاک پالس هستش، یعنی نیم ثانیه روشن و نیم ثانیه خاموش. ما میخوایم توی پروسه 2000 میلی ثانیه بیایم عمل اینکریز یا دیکریز رو میخوایم انجام بدیم. خب این اگر از این بخوایم استفاده کنی، توی هر ثانیه یه دونه کم میکنه و یا اضافه میکنه، که این خیلی سرعتش پایینه. میام از 1921 استفاده میکنم که توی هر ثانیه 10 تا میتونه بشموره و اون زمانش به اصطلاح 1/10 ثانیه هست، پس میشه 1921. خب 1921 رو اینجا استفاده میکنم، به جای 1922 میگم 1921. میخوام چیکار کنم؟ در لحظه اول شما در نظر بگیرید که مقدار اون TO ما توی دستور PWM 2000 هست، یعنی با به صورت کامل وایسف روشنه که دمای المنت بره بالا و خودشو به اون سیت پوینت برسونه. خب حالا اگر شما بیای از به جای PWM از آن و آف استفاده کنید چه اتفاق میفته؟ میاد مثلا شما در نظر بگیرید مثلا دمای مثلا 70 درجه، به دمای 70 درجه اگر برسه تازه شما بخوای المنت رو خاموش بکنی، چون المنت خودش گرما از خودش ساطع میکنه، عملا این باعث میشه که کلا، چون به اصطلاح دمای کمیت کندی هستش توی جبران سازی، برای همین شما وقتی که به ست پوینت برسی اگر غیر فعال بکنی اون مقدار به اصطلاح بگی که المنت دیگه روشن نباشه، شما از ست پوینت افزایش دما رو خواهید داشت، یعنی دمای شما افزایش پیدا میکنه و شما نمیتونی مقدار دما رو روی ست پوینت نگه داری. برای همین معمولا میان از پی آی دی استفاده میکنن. پی آی دی در لحظه اول میگه که مثلا باید مقدار زمانی که المنت روشن باشه زیاده، که مثل اینجا میتونه کامل، یعنی 2000 از 2000 باشه. حالا به مرور زمان میتونه این کم بشه و مقدار روشن بودن کم بشه. این باعث میشه که زمانی که شما به ست پوینت نزدیک میشین، اون مقدار در واقع ست پوینت شما کم میشه، که حالا اینو عملا میخوایم ببینیم اینجا. خب من میام اینجا از یک تابع استفاده میکنم که مقدار این دیه به اصطلاح 14 رو کمش کنم. میگم هر بار که مموری 1921 فعال شد، بیا دیه 14 رو چیکار کن؟ غیر فعال کن. حالا برای اینکه این نیاد و توی اون مدت 1/10 ثانیه ای که البته 1/10 نه دیگه، نصف 1/10 ثانیه که فعاله، تعداد بیشتر از یه دونه نشموره، اینجا میتونم یه دونه لبه بهش بدم، بگم زمانی که من بهت میگم شما بیا این عمل لبه رو بیا انجام بده. یک شرط هم میتونم اینجا براش بذارم، اینو من برش میدارم، میام اینجا یه شرط کوچکتر میذارم یا بزرگتر میذارم. توی قسمت مقایسه میرم، ببینید میگم تا زمانی این کم کردن رو برای دیه 14 انجام بده که بزرگتر از صفر باشه دیگه، دیه 14 من، یعنی دیگه نره منفی نکنه مقدارشو. اگر دیه 14 بزرگتر از صفر بود این کار رو انجام بده. خب تا اینجا رو چیکار میکنیم؟ برنامه رو من سیو میکنم و آنلاین میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب مقدار تی او رو، یعنی مقداری که قرار پالس ما، یعنی اون وای صفر ما روشن باشه، رو در وهله اول من مقدارشو میام 2000 میذارم که به صورت کام دائم روشن باشه. خب من میام توی قسمت در واقع استاتوس و اینو میذارم 2000. خب الان من اگر استارت بذارم چه اتفاقی میفته؟ شما میبینید که، ببین الان این که روشنه، من اینو اجازه بدین ران بکنم سی پی یو رو. خب سی پی یو رانه الان. خب ام 1 غیر فعاله. الان ببینید 2000 از 2000، فرض بر این بگیرین که شما از فاصله تون از ست پوینت خیلی زیاده و به خاطر همین المنت باید به صورت کامل کل اون زمان 2000 میلی ثانیه رو روشن باشه. برای همین وقتی که اینجا ام 1 رو فعال میکنم، دستور پی دبلیو ام میگه که کل زمان یک پریود من به صورت 2000 میلی ثانیه هست و شما اومدی چیکار کردی؟ شما اومدی گفتی که 2000 تا از 2000 تا من باید روشن باشه، برای همین من دائم روشن میکنم. تا کی؟ تا زمانی که من بیام اینجا این M2 رو فعال بکنم. خب اینجا ما لبه نذاشتیم، یادمون رفت، این مقایسه رو که گذاشتیم لبه یادمون رفت، یه لبه اینجا میذارم، دوباره سیف و دوباره آنلاین.
خب حالا تغییرات رو ببینیم چه اتفاقی میفته. خب الان آماده هستش، سی پی یو ران میشه. خب ام 1 وقتی سی پی یو ران میشه، این ام 1 از قبل هستش، دوباره فعالش میکنم. ببینید وایس به صورت دائم روشنه، میتونیم توی جدول مربوط به وضعیت هم ببینیم مقدار به اصطلاح اون 2000 دی 14 2000 دی 18 2000 و وای 0 هم که به صورت کامل و دائم روشنه. حالا من میام ام 1 رو روشن میکنم، ببینید چه اتفاقی میفته. الان داره از مقدار 2000 داره کم میکنه. شما اینجا عملا اگر دقت بکنید یه لحظه خیلی کوچیک ممکنه بتونید خاموش شدن وای 0 رو ببینید که زمان خیلی کمی هستش، یه زمان مثلا در حد 0.2 ثانیه هستش، چون 200 تا کم شده دیگه. الان 300 تا که کم بشه، یعنی 1700 که بشه، میشه 0.3 ثانیه. یعنی از 2 ثانیه 0.3 ثانیه زمانی هستش که شما فرصت میکنه وای 0 شما خاموش بشه. ببین هر چقدر از مثلا فرض بر این بگیریم که الان دما داره افزایش پیدا میکنه، شما داری به ست پوینت نزدیک میشی. خب به مرور زمان باید چیکار کنیم؟ به مرور زمان باید مقدار روشن بودن وای 0 باید کم بشه. که همینطور الان اینجا داریم میبینید مقدار وای 0 الان حدودا 1500، یعنی 1/4 روشنه، 3/4 خاموش، ببخشید 1/4 خاموشه و 3/4 به اصطلاح روشن هستش. هر چقدر این به ست پوینت نزدیک بشه، خب ما طوری برنامه‌ریزی کردیم که اون مقدار سهم روشن بودن داره کم میشه. وقتی میزان، یعنی مقدار توی دستور PWM مقدار زمان روشن بودن کم بشه، چه اتفاقی میفته؟ ببین الان تقریبا داره میشه 1000. خب 1000 که بشه یعنی نصف روشن نصف خاموش، یعنی اگر دقت بکنی 1 ثانیه روشن 1 ثانیه خاموش، 1 ثانیه روشن 1 ثانیه خاموش و همینطور ادامه پیدا میکنه تا زمانی که در واقع خیلی به ست پوینت نزدیک بشه. هر چقدر به ست پوینت نزدیک بشه، از اون 2 ثانیه سهم روشن بودن المنت کم میشه. وقتی که سهم روشن بودن المنت کم بشه، شما مثلا این خروجی رو میدی به SSR، SSR رو میدی به اون المنتی که وظیفه تامین گرما رو توی اون سیستم داره. وقتی که مقدار آن بودن کم میشه، باعث میشه که افزایش دمای شما و تغییرات دمای المنت خیلی به تدریج و خیلی کند بره بالا و این باعث میشه که شما در لحظه ای که در واقع به ست پوینت نزدیک میشین، یعنی تقریبا میرسین به ست پوینت، زمان آن بودن شما بسیار بسیار کم هستش و این باعث میشه که عملا دیگه بعد از اینکه به ست پوینت رسید، افزایش مقدار به اصطلاح دما رو شما دیگه به اصطلاح نداشته باشین. حالا وقتی که در کنار PWM هم از PID شما استفاده میکنین، خودش مدام اینو چنج میکنه دیگه، یعنی هی میاد اون سهمه، یعنی TO رو از TP داره خودش هی تنظیم میکنه، میگه خب الان یک کوچولو رد شدی، بیا مقدار آن رو مثلا تغییر بده. حالا اومدی پایین، نیاز هستش که بیشتر زمان آن بودن المنت باید بیشتر باشه، بلافاصله مقدارش رو تغییر میده. یعنی این تغییراتی که الان شما اینجا داریم میبینیم ما خیلی نرم داره استپ به استپ انجام میشه، ممکنه توی سیستم PID مثلا از 80 یه مرتبه بشه 200، یه مرتبه بشه 500. اون به صورت لحظه‌ای ممکنه اون مقدار رو بیاد انجام بده. الان ببینید شما دیگه مقدار شد 0، خب مقدار دی 14 شد 0 دیگه. عملا فرض بر این بگیریم که دیگه ما به ست پوینت رسیدیم، دیگه نیازی نیست که حالا این سیستم بیاد بر این اساس بیاد بخواد ادامه پیدا بکنه. حالا میتونیم چیکار کنیم؟ حالا فرض بر این بگیریم که همین برنامه رو حالا که رسیدی به اصطلاح 0، حالا مثلا نیاز میشه که دوباره ما این سیستم رو اون مقدار آن رو تغییر بدیم، میتونیم دوباره بدیمش MSA رو بدیم به 1921 و بگیم تا زمانی که دی به اصطلاح 14 از 2000 کوچکتر بود. البته اینو دیگه نمیتونیم استفاده کنیم دیگه، اینو باید برداریم و تابع کوچکتر رو بذاریم، بگیم تا زمانی که از 2000، میگم دی 14 و 2000، از 2000 کوچکتر به اصطلاح بودی، میتونی عمل افزایش رو انجام بدی.
اینجا اینو برش میدارم به جاش INC یا increase میذارم که مقدار اون افزایش TO رو داشته باشیم. خب اینجا هم به این صورت، خب این پالس هم اینجا باید در نظر بگیریم که بیاد و وصل بشه، درسته؟ خب این دوتا رو برای اینکه همزمان اتفاق نیفته، ببینید اینجا من میتونم بیام و یه خط اینجا اضافه بکنم. اینجا زمانی که M2 فعال میشه میتونم بگم M3 رو ریسیت کن. ببینید M3 رو ریسیت کن با لبه بالا رونده، ببینید به این صورت. و قسمت پایینش هم میتونم بگم خب هر موقع شرایط برای افزایش مقدار کی او فراهم شد، شما بیا چیکار کن، شرط کاهش رو بیا چیکار کن، ریسیت کن. ام دو رو میام ریسیت میکنم. برای اینکه این شرط دائم فعال نباشه میتونم از لبه استفاده کنم، درسته؟ خب اینجا سیو میکنم و میرم روی حالت آنلاین. خب ببینیم چه اتفاقی افتاد. برنامه رو دانلود میکنم. بعد از اینکه دانلود شد، خب دانلود تموم شد، حالا میام سی پی یو رو ران میکنم. خب ببینید در لحظه اول که خب هیچ امی فعال نیست، فرض برای میگیریم که ما ام رو اینجا میایم فعال میکنیم، خب ام 1 رو فعال میکنیم، سیستم استارت میشه. خب الان مقدار دی 14 یا تی او نسبت به تی پی که یک پریود کامل هست صفره، میگه 0 از 2000. خب 0 از 2000 عملا باعث میشه که شما هیچ سهمی از اون 2000 میلی ثانیه رو برای روشن بودن نتونی استفاده بکنی، به خاطر همین شما میبینید که وایسف دائم خاموشه. خب ام 2 هم که بزنیم بازم کمکی نمیکنه دیگه، چون ام 2 میاد کاهش میده و الان چون مقدار صفره، گفتی اگر بزرگتر از صفر باشه من میام کاهش میدم، الان که صفره، پس عملا من اگر اینجا ام 2 هم فعال بکنم هیچ اتفاقی نمیفته. میام چیکار میکنم؟ این بار ام 3 رو فعال میکنم. ببین به معنی که ام 3 رو فعال میکنم چه اتفاقی میفته؟ داره مقدار دی 14 داره افزایش پیدا میکنه و شما یه مقدار که بگذره میبینید که از اون 2000 میلی ثانیه ای که ما میتونیم استفاده بکنیم، یه کسری، یه بخش کوچیکیشو میتونیم برای روشن بودن به اصطلاح وایسف میتونیم استفاده بکنیم، که شما الان دارید میبینید اینجا مقدارش داره تغییر میکنه. حالا من میتونم بیام اینجا بهش کمک بکنم، یعنی بگم که حالا همینطور که شما داری افزایش میدی من اینجا به مثلا مقدار 1500 رو میدم. ببینید از ادامه 1500 داره افزایش میده. حالا من میام ام 2 رو فعال میکنم، ببینید چه اتفاقی میفته. ام 2 رو که فعال کردم، ام 3 رو غیر فعال میکنه و اون 1500ی که داشت میرفت به سمت 1600 و 1700 داره کم میشه، یعنی داره سهم روشن بودن رو از اون مقدار 2000 میلی ثانیه داره کم میکنه. عملا وقتی شما از سیستم PID استفاده میکنید در هر لحظه میاد دو تا چیز رو تغییر میده. اول اینکه این M2 و M3 انگار داره تغییر میکنه توی سیستم PID، یعنی PID میاد تشخیص میده که الان من باید افزایش بدم یا باید کاهش بدم. خب اینو PID تشخیص میده. دو میاد میگه که خب سرعت این افزایش و کاهش چقدر باشه، به اندازه مثلا 1921 باشه، به اندازه 1922 باشه، یا نه حتی بیشتر باشه یا کمتر باشه. به اندازه اون زمانی که حالا خودش تشخیص میده PID، میاد اون مقدار سهمی که باید به هر حال از 2000 میلی ثانیه باشه رو خودش میاد تغییر میده. در نهایت اون رو شما میتونید بدهش به PWM و به این صورت شما میبینید که PWM در هر لحظه میاد مقدار اون سهم روشن بودن رو از کل اون پروسه‌ای که حالا تی پی هستش رو به خروجی وایسف اعمال میکنه، که معمولا ما برای سیستم های مثل المنت و اینا میایم از چی استفاده میکنیم؟ از به اصطلاح SSR استفاده میکنیم، چون اینجا اگر شما زمانتون کم باشه و بخواید مثلا از یه دیوایسی مثل کنتاکتور استفاده بکنید، تعداد آن آف کنتاکتور خب خیلی بالا میره و عملا توجیه نداره که شما بخواید از اون سیستم استفاده بکنید و باعث میشه که در واقع فرسایش سیستم بالا باشه و بعد از یه مدت کوتاهی اون کنتاکتور شما
یا حتی رله شما مثلا به مشکل بخوره. معمولا برای این سیستم چون جریان ما جریان بالایی هستش، معمولا از میتونیم از SSR استفاده میکنیم. حالا ممکنه این پروسه شما اصلا نیاز به SSR نباشه و صرفا یه خروجی ترانزیستوری رو داره در کنار یه بورد داره فعال میکنه که شما از اون خروجی ترانزیستوری به صورت آن و آف میتونید به صورت PWM در پروسه‌ای که مد نظرتون هست میتونید استفاده کنید. پیروز باشید.